درود بر شما دوستان، عرض ارادت و ادب خدمت عزیزانم. هفته دیگه ای هست در خدمتون هستم. امیدوارم که از حضور همدیگه بهره ببریم. عزیزان، طبق معمول من شروع میکنم با پرسش هایی که در طول هفته از شما دریافت کردم. چند تایی از اونها رو انتخاب کردم خدمتتون پاسخ میدم و ادامه صحبت ها. دوستی از من پرسیده که سبک جنگاوران رو کی به وجود آورده و به حال دربارش یه مقدار اطلاعات خواستم. خدمتتون عرض کنم که جنگاوران اصلی یک گروهی بود در ارتش، حتی قبل از اینکه یرومه کانفوتاوا رو عرضه بکنه، و ایشون یک سری با ارتشی ها که در نیرو مخصوص کار میکردن اونها رو جنگاوران میگفتن. و بعدها هم وقتی که کانفوتاوا به وجود اومد، دو دوره جنگاوران در ارتش گذاشتن که از تمام نقاط کشور افسران و یا درجه داران ورزشی هر پادگانی که در کل کشور وجود داشت تابستون برای 4 ماه می اومدن تهران که دوره آموزش کانفو رو ببینن، کانفو تاوا رو ببینن. و این دوره جنگاوران 2 بار تکرار شد در تابستون در تهران، 2 سال متوالی، فکر کنم حدوداً سال 53 و 54 1353 و 54 این دو پروگرامی که برنامه‌ای که یرومه داشتن در ارتش اجرا کردن. ولی بعد از اینکه این مسائل و شرایط بعد از انقلاب پیش اومد، یک سری از این کسایی که به اصطلاح سعی میکنن از شرایط به وجود اومده یک به اصطلاح ماهی برای خودشون بگیرن، مثل اون آقای مجید رجایی که اومد یک سبکی درست کرد به سبک به اسم جنگاوران، و یا بعدها هم آقای حبیب‌پور یه سبکی زد به اسم سبک جنگاوران، که این جنگاوران اون جنگاورانی که در ارتش هستن اصلا ربطی به اون نداره. اون ارتشی ها که زیر نظر یرومه کار کردن همونی بود که خدمتتون عرض کردم. دوستمون پرسیدن که اگه کنفوتابا 7 خط داره، پس چرا بعضی ها 18 تا خط یا 22 تا خط روی سینه‌شون میچسبونن؟ خب اینو از من نپرسید، برید از همون آقایونی که اون خطا رو روی سینه‌شون چسبوندن بپرسید، که اکثریتشون هم، یعنی همه‌شون هم بدون استثنا، حتی خط 1 و 2 هم نگذروندن و برای خودشون این یه عقده شده براشون که بیان سر تا پای بدنشون رو خط خطی بکنن و خط بچسبونن به لباسای خودشون. دوست دیگه پرسیدن که فرم کار کردن، کاتا یا مومایی که ما میگیم، به چه منظوره و این حرکات یا این کارها در مبارزه هم استفاده داره، یا وقتی که یه فردی میاد کاتا کار میکنه یا مومایی کار میکنه، این به چه منظور هست و چه آیدی بر اون طرف داره؟ خدمتتون عرض کنم که ببینید، ما وقتی که از ورزش‌های رزمی صحبت می‌کنیم، یعنی از هنرهای رزمی صحبت می‌کنیم، فرم کار کردن، کاتا کار کردن هم یک نوع هنره. و مسابقاتی که در سطح جهان می‌گذارن، مسابقات کاتا یا فرم، این
به این منظور نیستش که مثلا ما اگه حریفی رو به این گرفتیم به این شکل دفاع کردیم و به این شکل ضربه زدیم و این تنها راه دفاع و حمله ماست. نه، فرم کار کردن مثل یک رقصه که رقص ورزش رزمیه، یعنی یک هنره که اون فرد از خودش نشون میده. حالا ما دقیقاً در ایران من تا به حال ندیدم که در رابطه با فرم به ورش و سبکای دیگه کاری ندارم، چون من سررشته ندارم و درباره اونها اظهار نظر نمی‌کنم. در رابطه با کونگ فو تاوا دارم صحبت می‌کنم. تا به حال ندیدم در رابطه با کونگ فو تاوا کسی که فرم میزنه یا کسایی که قضاوت میکنن در فرم زدن اون فرد آگاهی و دانش درستی داشته باشن در ارتباط با فرم زدن یا کاتا زدن. پس ابتدا ما باید ببینیم که اصلا فرم زدن برای چه منظوره و به اون خاطر آموزش بدیم و بتونیم به اصطلاح داورهایی که واقف به اون آموزش فرم باشن داشته باشیم که بتونن این کسایی که فرم میزنن رو به درستی قضاوت بکنن. و خود این فرم زدن و کاتا اجرا کردن خودش یک محبس جداگانه است و این لازمه اینه که روش کار بشه، کاملا همه توجیه بشن، استادها توجیه بشن که چجوری باید فرم رو ارائه بدن و چجوری از هنرجوهاشون فرم رو بخوام. ببینید ما فرم تک نفره داریم، فرم چند نفره داریم، فرم دو نفره داریم. اینها رو باید در مسابقات کاملا اونایی کسایی که قضاوت میکنن مد نظر داشته باشن که هر کدوم از اینها یک هنر مخصوص خودشون هستن که باید در اون ارتباط ما بهش نگاه بکنیم و در اون ارتباط اونها رو قضاوت بکنیم و اون خاصیت‌های اصلی که این فرم‌ها دارن و میخوان نشون بدن رو متوجه باشید. که من متاسفانه در حال حاضر در ایران همچین چیزی رو تا به حال ندیدم و نمیبینم هم که دنبالشون برن. ولی در سطح جهانی شما اگه برید به این مسابقات فرم کاراته مخصوصا نگاه بکنید، ببینید به چه زیبایی و به چه به اصطلاح کارایی اون هنر خودشون رو در قالب فرم نشون میدن و باعث واقعا لذت بخشه که به اون شکل نگاه کرد و ببینید که چجوری با هم رقابت میکنن. امیدوارم که یک روزی هم ما بتونیم در این رابطه پیشرفت کرده باشیم، به آگاهی رسیده باشیم و بتونیم که بچه های تاباکارم به اون شکل فرم درست رو به نمایش بذارن و مورد قضاوت قرار بگیرن، نه اینکه فقط بخوایم که پامون 180 درجه باز کنیم، سرمون به زمین بخوریم، یک کلاغی رو آسمون ضربه بزنیم و بگیم که این داره بهترین فرم رو میزنه. این فرم نیست نه عزیزم. صحبت دیگه ای که من دارم امروز اینه که در رابطه با ووتا از من پرسش کرده بودن که کلن ووتا به چه شکلی تشکیل شد و چرا شما آمدید بیرون. من این مسئله ووتا رو بیشتر شما لابد میدونید، ولی اگرم نمیدونید میذارمش به کنار که در یک موقعیت دیگه من بخوام این مسئله رو بازش بکنم و کاملا به وجود اومدن و از بین رفتن ووتا رو براتون تشریح کنم. ولی امروز میخوام به این استعفای خودم از ووتا خدمتون با شما صحبت بکنم و ارائه بدم مدارکی که وجود داره. اونم اینی که من دیدم و شنیدم که بعضی ها حالا البته دشمنای من که از هر فرصتی استفاده میکنن که به یه شکلی به من یه نیشی بزنن، به خاطر اینکه خب میدونید که با رو کردن دستاشون، افشا کردن موقعیتشون و دیگرونی هم که حالا دستی ندارن تایید نکردنشون در جامعه کونگ فو تاوا یک سری با من دشمن شدن. از اون طرفم این ساندیسخورای رژیم هم به حال چپ و راست میان
در قالب مخالفان کنفوتاوا یا مخالفان کانون برای خودشون به صلاح اینجا لگد پرانایی میکنن، پرانی هایی میکنن. و به من بارها بارها تهمت زدن که از بوتا پول گرفتم، منو دعوت کردن، با جیب پر پول، با چمدون پر پول برگشتم و از این حرفا. و وقتی که این پول ها رو به من ندادن، من از بوتا اومدم بیرون، یا اصلا بوتا منو بیرون کرد. من دو تا سند دارم که اینو سال 1391 وقتی که از ووتا اومدم بیرون، یعنی میخواستم استعفا بدم، یکیش در سپتامبر 21، اگه برید رو صفحه فیسبوک من این سند اونجا هستش، که سال 2012 به سپتامبر 21 2012 من یه همچین متن نوشتم. این در صفحه فیسبوک من وجود داره و میتونید اینو ببینید. حالا اینو من دوباره در بازپخش این ویدیو میذارمش بیاد بالا که متوجه بشید. و این سپتامبر بود. یک ماه بعدش که من در این متن با آقای منتظری اعلام کردم که با شما نمیتونم همکاری کنم و از ووتا استفاده دادم. یک ماه بعدش دوباره برید در فیسبوک من، میشه 25 مهر ماه 91 که میشه اکتبر سال 2012، من این متن استعفانامه‌مو در فیسبوک گذاشتم، شما میتونید رجوع کنید. الانم در صفحه فیسبوک من هستش که سال 1391 اونجا آپلودش کردم و گذاشتم به عنوان اینکه من از ووتا استعفا میدم. حالا چرا من از ووتا؟ پس این دوستانی که به من تهمت میزنن، حتی من بعضی از این سری سومی ها رو هم دیدم که به این وسیله میان صحبت های نامربوط میکنم میزنم، یا مصطفی اومد اینجا، البته از این حسادتشونه، اومد اینجا با پول گرفته و این کار کرد و اون کار کرد. من بارها و بارها گفتم در ووتا، درسته تمام کسایی که دعوت میشدن از جمله من، از تمام دنیا که دعوت میشدن، خرج و مخارج و بلیت هواپیماشون و هتلشون، هتل اقامتشون و خورد و خوراکشون در ایران به عهده ووتا بود و ووتا این خرج رو میکرد و اینا رو میآورد و من هم مثل اونها. ولیکن من تنها کسی بودم که بعد از اینکه برنامه های ووتا تموم میشد همه برمیگشتن، ولی من رو حداقل یک هفته بیشتر نگه میداشتن و من استاج میکردم در کل ایران. وقتی که استاج میکردیم، فدراسیون از مردمی که استاج میشدن پول میگرفت و این پول ها پولای کمی هم نبود. همون موقع من مثلا روزی یک استاج داشتم در یکی از شهرهای ایران که با هواپیما میرفتم. حتی بعضی موقع وقتی که من استاجم مثلا در اهواز تموم میشد، باید خودم میرسوندم به مشهد، فردا اونجا استاج دارم، فرصت نمی کردم که لباسمو عوض کنم، یعنی لباسمو در تاکسی عوض میکردم که داشت منو میبرد به فرودگاه، که اونجا که برسم شبونه میرسیدم اونجا، صبح زود دوباره در کل روز استاج میکردیم و همینطور روز بعد در یه شهر دیگه. منظور این که به این شکل کار میکردم بدون اینکه دیناری، قرونی، ریالی از فدراسیون گرفته باشم. و توی این مدارکی هم که من نشون دادم بهتون، مدرک اولی رو برای آقای منتظری نوشتم که این مردم به من تهمت میزنن که من میام ایران پول میگیرم این استاجا رو انجام میدم، یا وقتی که میام ووتا به عنوان رئیس کمیته ووتا، رئیس کمیته فنی ووتا که انتخاب شدم، من یک پولی از شما میگیرم. اینو شما بیایید بگید که همچی چیزی وجود نداره، من ریالی از ووتا یا فدراسیون نگرفتم. و این کار آقای منتظری نکرد هیچ وقت. روی این است به اون نمازی که میخونه، به اون دینی که داره، به اون پدرسوخته بازی که میکنه
اطمینان نکنید، تمام اینها تمام سردمدارانی که در فدراسیون اومدن رفتن یا الان وجود دارن، همشون متظاهرن از نظر دینی. اگه پاش بیفته پدرسوخته ترین و کلاه بردار ترین فردهای ایرانی هستن در ورزش ما، بهشون اعتماد نکنید. منتظری بار خودشو بست با پولهایی که از مردم گرفت، با استاجهایی که کرد، با اسپانسرهایی که داشت، و بعد بوتها رو تبدیل به یه شرکت کرد و از من خواستن که من براشون به اصطلاح به عنوان بیزینسمن کار کنم. یعنی این که به من میگفتن که شما از برزیلی که ما یکی از این بوتهایی که اونجا نماینده ما در برزیل هست، ایشون مثلا یک کانتینر دو کانتینر قهوه میخری ازش، بعد این قهوه رو ببر در سوئد که نماینده ما مثلا در سوئد هست، بده به اون، اونجا بفروشید و سود و عایدی این رو بدید برای فدراسیون. البته این ظاهر قضیه بود، چون ایران اون موقع تحت تحریم بود و من متوجه شدم که حالا برای دفعه اول شاید قهوه و نمیدونم شکر و اینجور چیزا باشه، ولی بعدها از من کامپیوتر میخوان، وسایل کامپیوتری میخوان، حالا وسایلی شاید نظامی بخوان یا وسایل دیگه بخوان. و این جریان پولشویی رو آقای منتظری و سیستمی که در ایران بود داشت به من تحمیل میکرد که من زیر بار نرفتم، گفتم که به هیچ عنوان من این کار رو نمی کنم، من یک ورزشکارم، تاجر نیستم، اگرم قرار باشه تجارت بکنم خب برای خودم میکنم، چرا بیام بدم به شما که فردا من اینجا توی این مملکت، مملکتیه که قانون داره، اینجا زندگی میکنم، یک دونه یک دلاری در بیارم آخر سال باید به دولت نشون بدم که این درآمد منه. مثل ایران نیستش که هر از رئیس جمهورش گرفته و رهبرش گرفته و نمیدونم سرداراش گرفته، هر کسی به هر شکلی هاپولی میکنن و دزدی میکنن، آبم از آب تکون نمیخوره. توی این مملکت قانون هست، یک دونه یک دلاری شما به دست بیارید باید آخر سال اون رو به دولت کانادا یا به دولت‌هایی که وجود دارن گزارش بدید. روی این است من زیر بار این جریان نرفتم و میدونستم که اینها دارن پولشویی، میخوان پولشویی بکنن، اینها میخوان پدرسوخته بازی بکنن، اینها میخوان به یه شکلی با سازمان‌های سپاه و نمیدونم کسای دیگه در ارتباط هستن که میخوان از وجود ماها استفاده بکنن در خارج از کشور برای نیت‌های پدرسوخته بازی خودشون. که بلافاصله گفتم من با شما دیگه نمیتونم کار بکنم و از بوتا اومدم بیرون. که متاسفانه کسایی که از بچه‌های من فریب 200 دلار رو خورد، 200 یورو رو خوردن، در بوتا موندن، یا فریب این که یک سمتی توی فدراسیون بهشون بدن در بوتا موندن، که اون هم در این مدارکی که من در فیسبوک گذاشتم ذکر شده که بعدها سر اونها هم به سنگ خورد و به حال اون خنجری که از پشت به بدن من فرو کردن به بدن خودشون فرو رفت و سرشون بی کلاه موند. یکی تو آلمان که دیگه اصلا به جای تابا کار کردن داره شعبده بازی میکنه، یکی دیگرشون هم که طبق معمول داره از این اتاق به اون اتاق میدوه که شاید مثلا یک سمتی بهش فدراسیون بدن. به هر حال کاری ندارم. اینها مسائلی بود که در روتا اتفاق افتاد و من خواستم در به استحضار شما برسونم، مخصوصا به اون کسایی که به من تهمت زدن. اگرم البته با دشمنان کاری ندارم که اونا بالاخره از هر فرصتی استفاده میکنن، ولی اگه کسی از روی ناآگاهی و نادانی به من تهمت زد و خودشو تابوکار میدونه و خودشو استاد میدونه، خودشو پیشکسوت میدونه، اینجا منتظرم که بیاد عذرخواهی بکنه و طلب بخشش بکنه، چون من یک ریال هم از فدراسیون نگرفتم در قبال این که هر باری هم که به ایران میامدم با استاجهایی که میکردم با حساب کتاب خود فدراسیون من تمام مخارجی که صرفم شده بود، هم از هواپیما و هتل و خورد و خوراک و تمام اینا رو که
براشون در می آوردم، هر باری هم که برمیگشتم به کانادا در اون زمان به پول اون زمان 1-2 میلیون هم تو صندوق فدراسیون براشون میموند. اینو خود فدراسیونیا به من گفتن. به هر حال امیدوارم اون کسایی که تهمت زدن یه مقدار، اگه واقعا انسانن، اگه واقعا ورزشکارن، اگه واقعا به راستی و درستی معتقد هستن، به من یک عذرخواهی بزرگ بده، کارم فراموش نکنم. این هست دوستان. من جلسه پیش گفتم که خاطرم باشه تکنیکی جدیدی بهتون بگم در رابطه با اصول تکنیک‌های پایه‌ای و اصولی کانگ فو تاوا. امروز میخوام در رابطه با دو متو یا متوی دوبل براتون یه مقدار صحبت بکنم، طرز قدرتگیریشو، چون ضربه هایی که با دو دست ضربه انجام میشه در عین حال، ما دیگه اون عمل عکس العمل به اون شکل رو که حالت معمولیه نداریم. حالا چجوری ما در دوگمتو ما قدرتگیری میکنیم و عکس العمل سازی میکنیم؟ برای نمونه ما در اتدو داریم ضربه مستقیم به جلو، این دوگمتوی که تو اتدو داریم، اینجا قدرت گیری این ضربه از پهلوهاست، یعنی به این شکل ضربه از پهلوها قدرت میگیره و با برگشتن، یعنی اون دورانی که به خودش میده، عکس العملی درست میکنه برای جفت دستها با 5 درجه بدن رو به جلو دادن و این ضربه رو انجام دادن. پس حتما باید، من دیدم بعضی ها دومتو رو که میزنن از اینجا ضربه رو میزنن، این غلطه، این قدرتگیری نداره، حتما باید از بالای شال، از پهلوها قدرتگیری بشه و این ضربه انجام بشه. ما در اتدو یه دومتوی دیگه داریم که از پهلو ضربه میزنیم به این شکل ها. اولا که این ضربه‌ای که میزنیم، ببینید به قدری باید ما بدنمون رو بچرخونیم، یعنی به 90 درجه برسونیم که وقتی ضربمون رو میذاریم جفت ضربات ما توی یه خط باشه. اگه ما بدنمون رو کمتر بچرخونیم، ضربه دست چپ من به هدف میخوره اما دست راست من نمیرسه دیگه. به خاطر اینکه دست راستم برسونیم، ما بدنمون رو 90 درجه باید بچرخونیم روی رتوی غیر کلاسیک که بتونیم این ضربه رو کاملا هم به صورت هم به بدن همزمان بزنیم. این از خود ضربه بود. حالا چجوری قدرتگیری میکنیم؟ این هم دوباره نمیتونیم ما از اینجا ضربه رو به این شکل بزنیم، این قدرتگیری نداره. پس باید ضربه یا از پهلو به این شکل مثل همون دومتو رو زدیم به این شکل ضربه رو بزنیم که جفتشون قدرتگیری کرده باشن، یا اینکه از گدو از پهلو به این شکل ضربه رو بزنیم، یعنی مثل همون حالتی که در هایمای اناتوا داریم، از پهلو قدرتگیری بکنیم و بعد ضربه رو بزنیم. این هر دو راهش هم درسته. اگه فرصت بود داشتیم تکنیک آرام به آرامی انجام میدیم ولی با قدرت، از پهلوها قدرت میگیریم. اگه در حرکت بود و سریع داشتیم انجام میدیم، از پهلو قدرت میگیریم به صورت گادو. البته ما ضربه ستویتو هم داریم که هر دو در سوتو از پهلو ضربه میخوره. اینجا هم باز دوباره به همون شکل از پهلو، که ما اینجا صحبت سویتو رو نمی کنیم، منظورم نشون دادن این قدرتگیری تکنیکی که از پهلو انجام میشه. در ضمن یک حرکت دیگه هم در سامسامایی داریم که به این شکل کومامتو انجام میشه. اینجا من دیدم بعضیا دست پایینی رو مستقیم میکنن، یعنی دست به این شکل ضربه میزنه، این قدرت نداره. ما ضربه اگه بخوایم به پایین بزنیم با دستمون، یا باید به این حالت باشه که حالت یتمتو داشته باشه، یا باید تویمتو باشه. به این شکل به هیچ عنوان این ضربه قدرت نداره و ضربه رو به این شکل ضربه نزنید، این قدرتی نداره. اگه بخوایم به این شکل ضربه بخوره، حتما باید آرنج رو بشکنیم و ضربه به این مثل آپرکات بوکس باشه. این
اما اگه آرنج اون کشیده باشه این ضربه قدرت نداره و خاصیت رزمی به خودش نمیگیره. حواستون باشه در ضربات که در سانسور ما میزنه حتما باید این دست شکسته باشه. اگه این دست کشیده است اشکالی نداره، ولی این دست پایینی حتما باید شکسته باشه. حالا وقتی که به موقعش رسید راجع به این ضربه هم بیشتر دربارش صحبت میکنم. امیدوارم که صحبتهایی که انجام شد مورد نظرتون باشه، براتون قابل استفاده باشه. من چند دقیقه هم در خدمتتون هستم، اگه صحبتی هست بفرمایید که اگه شد پاسخی بدم. البته امروز من دیشب اتفاقا داشتم در تلگرام میدیدم که این عکسای کتاب اصول کلاسیک فدراسیون رو گذاشتن و نوشتن، حالا از خودشون اسمایی در آوردن که بچه هم داشتن در بارش صحبت میکردن. فرانکیک، حالا نمیدونم این منظورش ضربه پهلو رو گذاشتن که برای مثلا میخوایم به پهلو زنگ ضربه بزنیم یا چی، نوشته بود که فرانکیک. ما اصلا اسم ضربه فرانتو اصلا ما تو کانفوتاوا نداریم. اینا خودشون دارن اسم درست میکنن و بدبختی اینه که انقدرم بی سواد هستن که فرانتو فران نوشتن. یعنی اگه ما بخوایم بگیم فرانت کیک مثل که این انگلیسی ها میگن، یعنی ضربه پا به جلو، نه اینکه فرانتو، نه معنی تو رو میدونن نه معنی فران رو میدونن، فرانتوم فران نوشته بودن. به هر حال این کتاب اصول کلاسیک فدراسیون هم مثل همونایی که نوشتن مثل خودشون به قول معروف در پیتیه. این هم خواستم بدونید که بی جهت پولتون رو به این به جیب این فدراسیون ها نریزید، حتی اگه اندکی باشه، چون واقعا از این نظرها از نظر فنی و تکنیکی هیچ کدومشون که در فدراسیون هستن حرفی برای گفتن ندارن. یعنی اینکه اصلا دانش ندارن، برای همین تو فدراسیونن. یعنی اگه شما دانش داشته باشید نمیری تو اون فدراسیون کذایی. مطمئنن اینا افراد بیدانشی هستن که به هر حال به خاطر اینکه یه دست جایگاهی برای خودشون دست و پا کنن وارد اون سیستم شدن. خب دوستان، من برنامه رو اینجا ختمش میکنم و میبینم صحبتهای هست میاد در گوشی، متاسفانه نمیتونم بخونم از اینجا و فرصتی هم نیستش که دربارهش صحبت بکنم. به هر حال براتون آرزوی هفته خوش و خوبی دارم. این برنامه دوباره بعد از 24 ساعت که در اینستاگرام هست در فیسبوک و یوتیوب گذاشته میشه، بایگانی میشه، هر موقع خواستید میتونید بهش دسترسی داشته باشید و پرسشاتون رو برای من بفرستید. اینجوری من راحت‌تر میتونم اونها رو آنالیز بکنم و خدمتتون پاسخ درستی ارائه بدم. کوینفوتاوا رو حمایت کنید، کسایی که برای کوینفوتاوا زحمت میکشن اونها رو حمایت کنید. آینده کوینفوتاوا در دست شما هاست. نگذارید که به راحتی به هیچی و پوچی بکشوننش. این سبکای من در آوردی رو سازمان ورزش و فدراسیون حمایت میکنم برای بی محتوا کردن کوینفوتاوا و برای اینکه برای خودشون یک محفلی داشته باشن که چپ و راست انتخاب بشن و بتونن جیب جوانای ما رو خالی کنن. از همه مهمتر این جریان توآی هستش که یک شترگاف پلنگیه که آقای حیدری درست کرده و من اون موقع هم بهش گفتم که به هیچ جا نمیرسید. حالا ببینید من کی گفتم این حرفو. این شترگاف پلنگ آقای حیدری به هیچ جا نخواهد رسید و این همه بودجه هم صرفش میکنه.
آرزو میکنم که هفته خوبی داشته باشید. آرزو میکنم همیشه تندرست و سلامت باشید. به تمریناتتون بچسبید. هر روز تمرین، هر روز فعالیت و با چشم باز، با فکر باز به اطراف نگاه کردن. دوستتون دارم.